خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید شربت بکنید. خیلی ممنون، بفرمایید. دست شما درد نکنید. چقدر پذیرایی کردین. شابی به زحمت افتادین ملک خانم. خواهش میکنم نوش جونتون، میل بفرمایید. ای عمو پورنگ شما میل بفرمایید، نمک نداره. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. اگر اجازه بدین من از حضور شما مرخص بشم. ای بابا، ای بابا، بی خیال شدی دیگه. وقتی اومدی میگی من برم من برم من برم. بابا بشین دیگه، زحمت کشیدن. آره دیگه، یک دو ساعت دیگه همه با هم میریم دیگه. برم برم. چی تو به تو نگفتم؟ اومدن دست خودته ولی رفتن دست خودت نیست. تازه سر شبه، ما کلی براتون برنامه در نظر گرفتیم، مگه نه؟ بله. میگم بچه ها کجا، صداشون نمیاد. نگران نباشین، تو اتاق بازی مشغولن. میگم که میشه ازشون یه خبری گره؟ نگرانشون نباشین، افسون پیششونه. بله سرورم. بچه ها دارن چی کار میکنن؟ نگران بچه ها نباشید، حسابی مشغول بازی هست. دارو شد خیلی خوب، خیانم راحت شد. یه کاری کن به بچه ها خیلی خیلی خوش بگذره. چشم سرورم. برو مواظبشون باش. با اجازه. دلدرد نمیشه، درمنده کرد. نه خواهش میکنم، بفرمایید. بریم برای بچه ها کیک و شربت و شیرینی ببریم. شما درد نکنه. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. شربت بفرمایید. محله محله رونو بلبل، محله محله رونو بلبل، محله 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 رونو بلبل. شروع شده از سر نو دوباره محلمون تو هیچ کجا شعبه دیگه نداره گلا پرامون گل سونه صدای خنده تو هر خونه قما بره الهی که شادی فقط بمونه قما بره الهی که شادی فقط بمونه محله محله ملکه خانوم بی خود نیست که بهش میدن ملکه سایه ها. مولا در جنقشه هاش نمیره. جالبش اینجاست که الان مهمونا فکر میکنم ما اینجاییم، در صورتی که ما اینجاییم. اون شبی سازمونم که اونجاره. بسه مول، شروع کن گشتن چون باید بریم خونه عزیز آقارم بگردیم. بله چشم سایه.
بعدی کار ماست، افتخار ماست، خوب انجام میدیم همین یک کارو، تا ابد با کار بد پر میکنیم ما همه دنیا رو. جنگ نبود استاد، اونجا نبود، اینجام که نبود، مونده فقط خونه پورنگ. استاد اونجا رو ما چجوری بریم آخه؟ حتما ملک خانم خودش فکر اونجا رو کرده. تو اصلا به اونا فکر نکن، فقط پاشو زودتر بریم تا اینا نیومدن دوباره گیر نشین. بریم نیست دیگه. خب همه چی درسته؟ خالی؟ به جوی تو با خالی. اینجا با خالی. وای نمیدونم چرا انقدر دلم شور میزنه، یعنی اینا کجا موندن آخه؟ وای میگه خاموشه عیاز، خاموش آقا جان، جا خاموش، بچه من که در دسترس نیست، خدایا من چیکار بکنم؟ من دیگه نمیتونم، دلم شور میزنه، برم ببینم اینا کجا موندن. ببخشید من دیگه نمیتونم بمونم، باید برم. ما نمیذاریم. چیه نمیذاریم آقا؟ اینجا تلفن من آنتن نمیده، خانواده‌ام نگرانن. با ول کن دیگه، تو چقدر درگیر فضای مجازی بیخیال شدی دیگه. خوب نیست آدم انقدر درگیر فضای مجازی باشه. من روم نمیشه چیزی بگم، ولی شما این همه به همه میگید وابسته به فضای مجازی نباشید، بعد میخواید فضای حقیقی اینجا رو ول کنید، خودتون برید داخل فضای مجازی. آقای خوشحال، فضای مجازی کدومه؟ شما فعلا وابستگی به شینی بیشتره. برادر من، من میگم خانواده من اطلاع ندارم، من بهشون نگفتم، نگرانم. آخه اله بمیرم، اله مامان نیاز آقایز خیلی نگران، شاید اجازه بدیم بره به کارش برسه بنده خدا. سلام برسونید بهشون، بفرمایید تشریف ببرید. اتفاقا من خیلی دوست داشتم که خانم نیازم امشب اینجا بودن، جاشون خیلی خالیه، من چقدر دوست دارم ایشونو اتفاقا، خیلی بهشون ارادت دارم. حالا یه وقت دیگه حتما از ایشونم دعوت میکنم که تشریف بیارن. ایوه میتونی شما تشریف ببرین اگه خیلی دلتون شور میزنه. به سلامت. سلام خیلی برسید. متشکرم. برزکی و ساعت اون پورنگو بدرقه کنی. کم نیاری. نه تو نگه نباش نمیارم. چیزی نخوردی یا؟ متشکرم. خدا حافظ. خدا. این سبدش هم خوردنی های خوشحالا. بله میدونم. آی بابا سر خواهش میکنم نوشه جانتون، بفرمایید. خیلی عالی. خیلی ممنونم. من میتونم دیگه از در قصر برم بیرون. بفرمایید. میفرمایم دیگه، شما بفرمایید. خیلی ممنونم. پس برو. پس برو. میرم دیگه. پس برو. چه عجیب غریب شدن. پس برو. یه چیزایی میگن این آدم آهنی میمونن. رفتارش خیلی عجیب غریبه. شماها؟ اما فلان شما چرا زود در من؟ منظیر برفک اینه که در خدمت بودیم حالا. شما الان اونجا بودیم؟ چجوری اومدیم اینجا؟ ما باید شما رو بدرقه میکردیم، اونجا و اینجا بالا و پایین نداریم. اشتباه میکنیم. بفرمایید خوش اومدید. بفرمایید. خوبی؟ آره خوبه. خوش اومدید، بفرمایید. خوش اومدید. شما خوب اومدید.
داشتی جم میزدی بازم که اصلا من یه لحظه دیدمش جا خوردم چه داشتی همیشه اولو میدادی بله با چیکار کنیم باید بریم یه جوری تو برفک و استاد قلابی بیان جامون عوض کنیم پس شما آزاد کن یه پیامک بدی به ملک خانم که اونا رو بفرسته تو حضرت باز دیدی من یه کاری میخوام بکنم گفتی من میبینگم که یعنی تو یعنی شما میبینستین ها؟ بله بفرمید بیا بیا اینقدر بدم میاد از این آدم و از این رفتارا الکی ماما بابای من نگرانم بگو اینجا آنده نمیده نت من قطعه میخوام برم خونه برم تو فضای مجازی بله قیبت بله ای بابا قیبت نیست که داریم حرف میزنیم بله ما همگی همسایه ایم همدیگرم خیلی دوست داریم بله شما لطف داریم اتفاقا برای اینکه بیشتر از فضای حقیقی استفاده کنیم گفتم آنتن و اینترنت اینجا رو قطع کنن ببخشید نه یه دقیقه من برم بر میگردم خدمتتون خواهش میکنم از خودتون پذیرایی کنید برفکی استاد با من بیاین گفت پذیرایی کنید آقا عزیز بدم اینو گل داره جان ما اینجا اینترنت نداریم آنتن نداریم خودش چجوری داره داداش گوشی پول داری دیگه چه ربطی داره منم آنتن دارم شما هم پول داری دیگه بفرمایید ما آنتن نداریم پس اونجا نبود نه شرمن خیلی خوب باشه بیای سری بریم تو اینا رو بفرستیم برن به خاطر اینکه بچه هاشون افسون رو دیوونه کردن چه شرمن معلوم نیست اینا کجا موندن سلام ماما سلام ماما جان بله بس تو کجایی من رفتم قصر این آقای گلدوخان عزیز منه به زور بردن قصر ملکه بابا مگه قرار نبود تو بابا کجاست نیست. یعنی چی؟ نمیدونم میگم نکنه بلایی سرشون آوردن من باید برم سراغ این زنه چی میگی؟ این کارا رو میکنه که موضوع از تو مخفی میکنه میگم حالی نیست میگم بابای تو خبری نیست هنوز نیومده میری اونجا کار خرابتر میکنه تو چی میگی تو من خرابتر میکنم من باید برم سراغ این آروم باش مادر جان گوش کن گوش کن مادر جان من اونجا بودم غیر از منم کلی آدم اونجا بود دیدن که ایشون یعنی ملکه یک لحظه بابا بوده کارکنانش از قصد بیرون نرفت بازی نه کجا من بهت میگم بریم داخل نه تو با من بگو اینا کجا من خبری ازشون من نگرانم مامان جان بریم تو من یکی میفرستم کیو 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 میفرستی میفرستم دیگه بفرمایی بفرمایی این بیخیالی تو من عصبانی میکنه بابا تو منو نترسن تو خیلی بیخیالی مامان جان بای هرس نخور خیلی بیهای من یه مامان بیشتر ندارم بیا بار تو با شما بفهم بیا بار تو برو تو بابا بیا چه شما بفهمه با دوتر باید بری بفهمه بفهمه خوب دیگه خبر دادم همین ماسکا یعنی چی؟ این ماسکا رو بازیه چیه؟ چیه؟ دو ساعت من داره تو رو نگاه میکنم پک 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 چی میگی تو آخه؟ تو بچه یه خودت مودی هنوز بیا بریم صدا ده بیمارستان یه چیزی مامای تو نیومده زبونه تو گاز بگیر ماما بشه بیا بریم کی میتونه باشه؟ ما نمیدونم ببین کیه بابا بزرگ بابا شما این من خوابیدم تو را پشت درم خاکی میستر اینا چه حالم مثل یه درخ ایستاده خوابیدم بابا دکی بابا اینا رو بیا تو دارم بیارمش تو اینا رو بیا تو بابا چرا اینجوری شد بابا شما بزرگ بابا دو نفر دو نفر بیا بیا آقا جان ببر بابا آقا جان ببر آقا جان گیرم مردی عطر برات وای بابا 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 بابا
ببخش ما دیگه کم کم برد زحمت کنیم از حضورت نمیدونم کجا بریم عزیز ما میمونیم دیگه داره بچه ها کلی خوش میگذاره نه نه ببخشید یه وقت از حرفش ناراحت نشید از شوخی میکنه افسون دختر شوخیه تفلکی دیگه خیلی اذیت شده بهتره که بری میخوام اینجا برنم آخه بله بله چی قروم نمیشه بگم ولی خب جای بچه های من خالی اگه اینجا بودن چقدر بهشون خوش نه بابا اینجا چیه اصلا هم اینجا خوب نیست من امیدوارم همگی بریم اون بر آب اونجا دوره هم جمع بشیم خب دیگه ما با اجازتون رفع زحمت کنیم من یه پیشنهادی بدم من میگم به پاس قدردانی از ملک خانوم و افسون خانوم بچه های شعری بخونن شاکیم چیزه نه چرا بفرمایید سرود بچه های کیشلدره‌ای تقدیم می کنم بایا نقمش تحیل تنگ از تحیل یکی از یکی بهتری ما صبح که میشه مامان جون گیت میکنه دستان برامون توی وقتی چش نخوری ما بگه دده عجودا بابای میاد از سر کار خورده و خسته و کوفته هر بار من میرم برش قند چایی بازی میکنیم بابا بایی بازی میکنیم بابا بایی خستگیشو در میکنیم حولیشو به در میکنیم خستگیش که رفت حالا به جاش خنده میاریم روی لباش خنده میاریم روی لباش بابا عیاز بابا بزرگ شما خوبین؟ مجه نمیبینه من خوابم سره صحبت میکنم بابا جون آی من نمیدونم برو اونورتر نمیدونم اینا چی خوردن کجا بودن چرا اینجوری شدن وای خدا اینو بده اینا بخورن این چیه؟ شربت آب لیمو برش خوبه خیلی خوبه دست درد نکنه آوردی مامان جون قربونت برم نه تو نخور تو نخور یه عالمه داریم تو بده به اینا بخورن بابا بزرگ بابا جان بابا بزرگ بابا جان خوابم بسر او این چه بچه شما تربیت کردید چی آخه
بابا شربت بخور بله من میخورم. شانس آورده چه من خوابم و الله حسابشو میرسیدم. میگم اصلا حالش تو خوب نیست، زنگ بزن اورژانس چیزی بیار. تو نخور، تو نخور، تو نخور، بده اینا بخورن. بابا من شفشرم افتاد پایین. او چی میگی تو؟ زنگ بزنم؟ آره بده اونا بخورن. آره یه زنگ بزن، زنگ بزن. چیه چرا حواست به گوشیه؟ تو زنگ بزن. بابا پیامک اومدی. ای بابا. بشین بشین. مامان. دوست باباست. همون عطاره. آجی میگم. صدا زیاده. میگه که کاری نکنید. فقط جاشونو پهن کنید بخوابن. خب بخوابن دیگه. آره دیگه جا پهن کنید بخوابن. من جا پهن کنه تو رم. بلند شو دیگه، بلند شو برو جا پهن کنید بخوابن دیگه. من میرم، من که گفتم چیزی. بلند شو. چقدر به همون خوش گذشت. چه پذیرایی کردن واقعا. واقعا عالی بود. سنگ تموم گذاشتم. اصلا نفسم بالا نمیرم. ای با هم سریع. مامان دا جانه مامان جان. خب من دوست دارم آواز بخونم، اما اما هیچ وقت هیچ نمیخونم. بخون بسرم کاری نداره که. خب چجل بخونم ها؟ کاری نداره به سادگی. بخون. آره خیلی ساده است. خب خجالت میکشه. ایوه پسر خجالت نداره، تو بخون. منو بابا جونت هم کمکت میکنیم. واقعا؟ آره تو بخون، ما همراهیت میکنیم دیگه. آره پسری بخون. باشه تو عوض کن. آماده خوابیدن شو. چش آفرین. حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ به قربت دارم. بدو برو مانه جان، بدو برو سکر. مامادا چی شد؟ دوز چیه؟ یعنی چی؟ من اینجا یه پارچه گذاشته بودم تا اگه کسی از اینجا رد شو بفهمم. کو؟ ببینم راست میگه. ببینم ای با خاک عالم، انگار دو نفر بودن. بریم زنگ بزنیم به پلیس. یه دقیقه بایستی بدم چی کار دارم میکنم. چی؟ میگم همسری نکنه هنوز اینجا باشن. نه ببین چهار تا جای پا رفته، دوباره چهار تا جای پا برگشته. یعنی دو نفر رفتن ولی برگشتن. یعنی رفتن؟ آره نیستن. یه دقیقه بایستی
پسری پسری بیا بغل من تکون نخور مامان جون بیا بغلم. باشه مامان دو اصلا نترسی ها من خودم مواظبتم. الهی قربونه پسر شجاع هم برم من شجاع جهان قاره آفریقا مامان. چرا اینجوری شده؟ افشیون کرا چیه؟ چیزی نیست یه خورده بچه ها اذیتش کردن. یه خورده؟ دیوانم کردن گالو نظام بنیادی منو ریختن به هم. هرچی بهشون میگم میگم اصلا اونجا نرو. میگه اونجا اونجا میگه اونجا برم ماشین منو زیر میکنه. اون یکی رو هرچی بهش توضیح میدم میگه باوچی دوباره توضیح میدم میگه پاوچی. اون یکی نمیگه قصه خوردم گریه کردم اون یکی هم که میگه قهرم قانونم خوب یکی دیگه شون حالا اون یکی خیلی با مزده است برگشه به من میگه شما درست میگی اما حق با ایشونه شما درست میگی حق با ایشونه آخه پگونکی روح و روانش به هم ریختی. خب تا فردا درست میشه با این شوکی که بهش دادم. اون دوتا خونه رو گشتیم؟ حسابی همه جاشو گشتیم ولی گنج اونجا نبود سر برم. یعنی ما تمام اتاقا رپله ها حیات زیرزمین حتی کمودر هم گشتیم نبود. یعنی همه سراخسون باهاش هم گشتیم ها ولی گنج اونجا نوچانا. آره نوچانا ولی نه یه جا هست ما خونه عموپورنگ باید بگردیم. یعنی برای اونجا چند برم چه نقشه ای داری؟ یه نقشه حسابی. عموپورنگ دارم میام سراغت. بالاخره بیدار شدی؟ اجه قرار بود بیدار نشم. صبح اول وقتی اینجا چه خبره؟ حالت خوبه بابا بزرگ؟ خوبم دیگه مگه خراب بود باید باشم. آقا جان جما تا صبح نخوابیدم من نگران شما بودم. لعنت نگرانته. یعنی هیچ یادت نمیاد اصلا؟ چی شده؟ نگهبانی کوچیک داده. کوچیکه. کشیک. کشیکته. ای بابا صبح اول وقتی شما چی میگید به هم دیگه؟ ما چرا اینقدر گشنه ما دیشب شام نخوردم؟ آره راست میگه. منم انگار دیشب شام نخوردم گشنه نو. خورنگ جان تو من صبحانه رو آماده میکنم بلاشو برو نون بگیر. چش؟ قربان تو بشم. برای چی کارا رو میکنه؟ برو نون بخر دیگه. خوشحاله دیگه خوشحاله. آو یه نون گرفتم بگه اینقدر خوشحالی داره. وای اول صبح شما رو صحیح سلامت دیدن اینجوری خوشحالی داره آقا جان جان. شما صحیح سلامت باشی انشالله. شما رو شما مثل این که تربیت کردن شما ها دست جمعی کار داره. ببخشید شرمنده یا آقا جان جان. او اصلا امونه بده من برم تا دستشویی برگردم. شما رو ای کمرم خوش شد. آقا تو دستشویی پره ها پرنج رفت پره. از دل و از جون کم نمیذاریم تو کار پاشو آرو دارو بیار آب بریز میشه خمیر رو تو تنور بذار. نون باید برششه چند دقیقه بستشه کن که دم روشی میریزیم تا سالم و خوشمزه شه.
می‌ریزیم تا سالم و خوشمزه شه. یکی یادت کمه مشتری عالمه، صبح تا شب کار میکنیم نون میپزیم ما این همه، صبح تا شب کار میکنیم نون میپزیم ما این همه. میپزیم نون نون از دل و از جون جون، میپزیم نون نون از دل و از جون جون. سلام، خسته نباشی. من عاشق اینم که احوال بابا و بابا بزرگم بپرسه، هیچکی نمیپرسه. میپرسن. ببخشید آقای برفک، شما دیشب از کجا تشریف می آوردین؟ ما منظورتون چیه که از کجا تشریف می آوردین؟ شما دیشب از قصر ما می اومدی؟ قصر اینا؟ بله بله بله، اصلا خدمتتون که ملک خانم میزبان آقای گلدون خان و خانواده محترمشون، آقای عزیز و خانواده محترمشون، با آقای پورنگ البته بدون خانواده محترمشون بوده. پورنگ خانواده تو چرا نبرده بودی؟ سوی تفاهم قشنگ نیست اینگار عزیزم. بابا من دعوت نبودم، یه دفعه دعوت شدم یه هوی به اصرار ملک خانوم آقای گلدون، آقای عزیز، آقای خوشحال. آسومه بود؟ پس چرا ما نبودی؟ هیشکی ما رو دوست نداره آسومه. نگو اینجوری. داره بابا. چون تو بابا ملکه همه رو دوست داره. به زودی مهمانی های بزرگی در قصر برگزار خواهد شد. فکر میکنی خیلی زرنگی نه؟ من؟ بله. اینجا زرنگ شمایی محبوب دلها. شاید باورش براتون سخت باشه ولی زرنگ تر از من چه کسی است تو محله؟ استاد سه شاق با تو بودم و منم دستی که مشون ما هم بگویی. راست میگه، من و ما دوتا پسر خاله از همه همه زرنگ تریم. کی از همه زرنگ تره؟ ما کی اهل نون پختنه؟ ما کی اهل نون فروختنه؟ ما نونو بدید برن همه. چش بفرمایید. با اجازه. من متاسفم واسه مجری محبوب دلها. ما چند تا؟ دو سلام. سلام. خسته نباشید. سلامت باشین. هیچ معلوم از شما کجا هستی؟ گلدان خان عزیز، خود گلدان خان چرا نایمدن؟ راستش اینا نداره. ببین بلبل خان، از این داداشت اینقدر حمایت نکن، برای اینکه اصلا الان معلوم نیست کجایه، چرا نایمده سر کارش. بله راستش اینا. نه ببینید، اینقدر شما بالاخره این داداشت در نیاد، صد دفعه گفتم بازم میگم الان لنگ زور، اصلا معلوم نیست داداش شما کجای چرا نیومده. میدونم راستش اینا. اینا نداره، اینقدر در نیاد، چند دفعه گفتم از این داداش شما آبی گرم نمیره ها. اصلا الان خود شما میدونی کجایه؟ من میدونم، شما اجازه نمیدی من بگم. من میدونم آی بابا، ما اجازه نمیدیم شما بگیم. بله. ما هی داریم اینجا میگیم چی شده چرا نیومده، بعد شما میگی راستش اینا. خب بگو. آره شما اجازه میدی من ادامه بدم؟ بله ادامه بدم. بله
ببینید موضوع از این قرار بوده الکی واسه ما بونه نیاره. موضوع چی بوده؟ ایشون رفتن یک جایی خوردن خوابیدن همینجا حوصله نکردن دیگه نیومدن سر کارشون. نه خیر راستش اینه نه بذار ما بگم ما خودمان دیگه این کاره میدونیم دیگه. ایشون رفتن یک جایی گیر کردن غذا خوردن چیده مریض شدن زیاد خوردن درسته؟ نه درسته؟ خب پس چی؟ راستش اینه که دیشب اینا اومدن خونه دیدن دوز زده. خب حالا دوز زده وای خاک عالم دوز زده بله. شما کجا بودی؟ ها؟ من تو محله داشتم نگهبانی میدادم. وای شما چجور نگهبانی میدادی که دوز رفته اونجا رو زده ها؟ خانم چمن این محله یه وجب دو وجب نیست که ممکنه من بالا محله داشتم نگهبانی میدادم اینا اومدن رفتن خونه داداش. آخ 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 بگردم الهی یعنی الان کل خونه زندگی اینا رو دوز بار زد برد؟ نه هیچی. وا مگه میشه؟ بله. پس چی جور بوده؟ دوزگیر عزیز ورود دو نفر رو ثبت کرده. دوزگیر عزیز؟ بله. خب اینا این عزیز تو ورودی اتاقش خوب. یه دستمال سفید نمدار اینجوری گذاشته آه. که کسی دسترسی پیدا نکنه به تنقلات خوراکیاش. خب ما الان یه خورده گیج شدم. این چجوری بوده که دوز رفته خونه عزیز بعد شما میگی که دوز رفته خونه داداش شما گلدن چی بوده؟ آقا دیشب خونه داداش و خونه آقای عزیز رو دزد زده اما هیچی نبرده. ای بله. مگه میشه دزد بیاد خونه بزنه هیچی نبره؟ برای چی؟ همین دیگه ما میخواستیم اینه بفهمیم رفتیم خونه آقا عیاز ببینیم چی کار کنیم. وای وای عجیبه واقعا عجیبه. کوچه تو همین محل همین خیابون همین بغل خونمونه خونمونه زمین تمیز پاک آسمون پر از خون است تو محلمون دونه 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 شکر خدا هم داریم تو دل حشایی میاریم آسمون آبی داریم روی زمین گلی کاریم الهی هیچ وقت تو دلامون غم نباشه به هر کی خوب نگاه کنی خنده رو لباشه هم بچه ها هم پاسبا هم پهلوونا هم آدم های دیگه هم پیر و جوونا شکر خدا هم داریم تو دل خوشحالی میاریم آسمون آبی داریم روی زمین گلی کاریم شکر خدا هم داریم تو دل خوشحالی میاریم آسمون آبی داریم روی زمین گلی کاریم